اسپیکینگ. شما اگه اول شروع اسپیکینگ هستین، بهترین کاری که اول برید ویدیوهای نوتفول رو نگاه بکنید. سرچ کنید ویدیوهای نوتفول راحت پیدا میشه. خب ولی یه بار نگاه کنیدش برای اینکه بفهمید کلا سوالا رو چجوری جواب میدن تو تاپ. فقط برای اینکه سریع راه حل رو بفهمید. بعد سریع میذاریدش کنار، یعنی اصلا از تمپلیت های نوتفول استفاده نمی کنید. سعی میکنید خودتون جمله های جدید و بهتری تولید کنید، بگید تمپلیت های بهتری تولید کنید. یعنی نوتفول فقط برای اینه که دید بگیرید. اسپیکینگ موزلی که من داشتم و ممکنه خیلی های دیگه هم داشته باشن، مشکل ایده داشتنه. خب همونطور که این دو تا سوال اول سوال های موضوع آزاده، موضوع آزاد میدن، شاید مشکلی تو هر سنه داشته باشیم ولی ایده نداریم. خب من کاری که کردم، یعنی تو فارسیش هم من ایده نداشتم، کاری که کردم این بود که نشستم ایده خوندم. یه فایلی داشتم که یه عالم موضوعات مختلف اسپیکینگ بود که من اون نشستم دونه دونه خوندم، سعی کردم خودم بگم، سعی کردم منم یه دلیل دیگه بیارم. یعنی ایده خوندن من خیلی باعث شد تا اینکه ذهن من یاد بگیره چجوری برین‌استورم کنه، ایده پردازی کنه. یکی هم این که سوالات اخیر اسپیکینگ رو توی این گروه ها بگردی پیدا میکنید. سوالات اخیر اسپیکینگی که مثلا توی یک سال اخیر اومده رو من دونه دونه نشستم برین‌استورم کردم. یعنی یک فایلی داشتم که ایده میخوندم، از این یه فایلی داشتم که فقط سوال بود، هیچ ایده‌ای نداشت، خودم نشستم ایده پردازی میکردم. این خیلی کمک کرد. یعنی این باعث شد که من نمره سوال یک و دو از همه سوالام بالاتر باشه. بقیه سوالا 4 5 و 6 هم که دیگه چیزیه که فقط با تی پی او میتونید تمرینش کنید، راه دیگه ای نداشت. واسه خودتون یه ساختار درست کنید، تمپلیت درست کنید، تمپلیت آماده همینجا استفاده نکنید، واسه خودتون تمپلیت خودتون داشته باشید و تمرینش کنید. هی تمرین بگید تا بالاخره راه بیفتید. میدونم اسپیکینگ مایانی از همه اسکیلامو بدتره. اسپیکینگ چیزی نیستش که یه شبه بتونید شما، یعنی یه چیزیه که بعد 5 تا 6 سال سرمایه‌گذاری کنید تا اسپیکینگتون خوب بشه. ولی وقتی می‌خواید در حد تاپ نمره معقولی بگیرید، فقط مال تی پی او رو هی تمرین کنید و ایده بخونید، برین‌استورم کنید. همین. خب حالا میرسیم به مبحث شینه رایتینگ. رایتینگ که می‌دونیم دو تا داره، اینتگریتد ایندیپندنت. من چیزی که می‌خوام امروز راجعش باهاتون صحبت کنم ایندیپندنت. یعنی رایتینگ ایندیپندنت من چند تا نکته اساسی دارم که اگر این چند تا نکته رو شما رعایت کنید واقعا تاثیر میذاره تو نمرتون، واقعا تاثیر میذاره. من چند تا از دوستان کارهایی که بهشون میگم و گفتم انجام دادم، واقعا نمرشون واقعا تغییر کرد. خب همه این استراتژیایی که الان دارم بهتون میگم و به دوستانم که بعد از من تافل دادم بهشون گفتم چیکار کردم، برای تک تکشون تاثیر گذاشت. رایتینگ ایندیپندنت از چند تا پاراگراف تشکیل میشه دیگه. پاراگراف اول خب مقدمه است، پاراگراف آخر هم نتیجه‌گیریه. این وسط هم هر چند تا پاراگراف بنویسین پاراگراف دلایل مونه. خب حالا مثلا بعضیا میگن یا دو تا دلیل بنویسین یا سه تا دلیل بنویسین، ولی نکته‌ای که من اینجا میخوام بگم اینه که اصلا مهم نیست تعداد دلایلتون زیاد باشه. بعضیا میان سه تا دلیل مینویسن ولی باز هر کدوم سه چهار خط. خب سه چهار خط که چجوری ساپورت کرد؟ فقط من یه جمله توضیح دادم دلیل معنیش چیه. دلیل زیاد آوردن اصلا نمره نمیاره، خوب ساپورت کردن هر دلیلی که نمره میاره. پس شما دو تا دلیل بنویسید ولی هر دلیل رو با 7 8 خط 10 خط قشنگ خوب ساپورتش کنید. خب نکته بعدی که میخوام بگم که واقعا خیلی تاثیر داره اینه که هر پاراگراف، یعنی هر دلیلی که میارید راجبش توضیح میدید که این نظر منه، بعد اونور قضیه رو هم تو همون پاراگراف بحث کنید. این خیلی خیلی خوشایند مصاحبه است. مثلا یه موضوع رایتینگ اینه که تکنولوژی های جدید و سوشال مدیا و اینا آیا برای بچه‌ها مفیده؟ موافقین براش چنا؟ شما مثلا میگین که نه به نظر من برای بچه‌ها مفید نیست. توضیح میدید که بچه‌هایی که یه همچین چیزایی رو مدام استفاده میکنن باعث میشه که عملکردشون تاثیر میذاره، نمره‌هاشون بد میشه و فلان و اینا. حالا بیاید با ترانزیشن هایی مثل on the other hand یا in contrast که برای اینکه اون طرف قضیه رو بگید، بگید حالا بچه هایی که از سوشال مدیا و این تکنولوژی اینا در تو تحصیلشون استفاده نمی کنن باعث میشه ذهنشون کمتر درگیر اینجور مسائل بشه، واسه همین عواقب و نتایج بدی که شامل حالا اون که همچه شامل این حال اینا نمیشه. یعنی دارید اون ور قضیه هم بحث میکنید. یا مثلا یه مثال دیگه بزنم. مثلا یه موضوع اینه که قدیما بچه ها بیشتر با والدین وابسته بودن. مثلا نظر شما اینه که خیر الان بیشتر وابستن. چرا؟ چون که الان مثلا والدین الان مثلا تحصیل کرده ترن، باعث میشه که واسه هر چیزیشون برن پیش متخصص، برن پیش روانشناس، به بچه‌هاشون بیشتر اهمیت میدن و تعداد بچه زیادی ندارن، یه دونه بچه بیشتر نمیارن، باعث میشه که همه تمرکزشون روی اون بچه باشه. حالا ببینید بگید on the other hand در گذشته والدین اینقدر تعداد بچه‌هاشون زیاد بود که نمیتونستن واسه هر یه دونه بچه همه زمان بذارن، واسه همین درگیر مسائل بچه‌هاشون نمیشدن.
حتی برای موضوعاتی که پریفرنس واضح ندارن، یه سری ها که سه تا گزینه داره بینشون، بین این سه تا انتخاب میکنی، من اونا رو این شکلی میگفتم. مثلا فکر کنم گزینه دومی رو من انتخاب کردم، تو این کانترستم یه بار گزینه اول رو رد میکردم، گفتم اگه اینجوری کنی اینجوری میشه، یه بارم پاراگراف بعدی آن دی آدر هم گزینه سوم رو رد میکردم. خب یه نکته خیلی باحال دیگه راجع به رایتینگ این که شما مثلا هر پاراگرافتون یه چیزی باید استفاده کنید، مثلا مثال، ضرب المثل، داستان، هم چی اما اقسام داشته که شده میتونید استفاده کنید. چیزایی که من بهتون پیشنهاد میدم استفاده کنید و خیلی راحت تره، یکیش مثاله یکیش ضرب المثل. مثال که خب خیلی راحته، یعنی اصلا یه چیزی که همونجوری بعد تو ذهنتون یه بیاد، یه چیزی که دارین توضیح میدین یه دونه مثالش تو ذهنتون تو زندگی واقعی بیاد، مثال یه چیزی راحته توضیح نده. حالا یه چیزی میخوام چون ضرب المثل بگم، پراورب. من دارم میگم شما مثل همه رایتینگاتون پراورب استفاده کنید. خب شاید فکر میکنید که ما که پراورب، ما که این همه ضرب المثل بلد نیستیم که این همه موضوع به دنیا رو پوشش بده. خب کاری که من میکردم چی بود؟ اینکه من راجع به هر موضوعی اون جمله‌ای که تو ذهنم رو به عنوان پراورب ارائه میدادم و میگفتم که این یه سینگیه، یه پراوربیه که توی ترجمهش به انگلیسی این میشه. ببین یعنی من کی بودم دیگه؟ مثلا یه موضوع رایتینگ راجع به این بودش که توی شغل پیدا کردن داشتن روابط بهتره، روابطتو گسترده کنی بهتره، یا اینکه نالجت ببری بالاتر، دانشتو ببری بالاتر. خب من انتخاب کردم که بگم نالج بهتره و میخواستم بگم که نالج به تو قدرت میده، حتی میتونی توی زندگیت مثلا توسط اون قدرت پیشرفت بکنی. خب منم همین به عنوان یک پروگرام ارائه دادم، گفتم که یه ضرب المثلی هست که ترجمهش میشه knowledge is power. knowledge is power که ضرب المثل نیست، ولی حالا هر کدوم میام به عنوان ضرب المثل ارائه میگم. میگفتم there is a saying the equivalent of which in English may sound like this quotation knowledge is power. بعد من توضیح میدادم که حالا این knowledge is power یعنی چی، یعنی همین راحتی شما میتونید ضرب المثل تولید کنید. یا مثلا این مثال دیگه میگه آدما بهتره که شغل والدینشون انتخاب کنن یا مثلا یه شغل جدیدی انتخاب کنن. من گفتم مثلا شغل والدین بهتره. چرا؟ چون که بهتره که یه آدمی نره مثلا دوباره چیز جدید تجربه کنه، بیاد از تجربه گذشته باش استفاده بکنه. خب اومدم چی گفتم؟ گفتم there is a saying that equivalent of which in English may sound like this. حالا تو کوتیشن گفتم do not learn anything the hard way. learn something the hard way یعنی یه چیزی رو خودت بری هی سر خطا کنی یاد بگیری بدون اینکه تجربه بقیه استفاده کنی. اومدم همین به عنوان یک ضرب المثل و یا پراورب ارائه دادم، به همین راحتی باعث میشه که ساپورت کردن تو خیلی قوی تر بشه. خب حالا با تجربه اینکه بهتون گفتم دو پاراگراف بنویسین، یه پاراگراف توش مثال استفاده کنین، یکیشو پراورب، دیگه ترتیبش فرق نداره. گفته بودم 7-8 خطی بنویسین، اولش که واسه هر دلیل میگید که خب چرا این دلیل رو انتخاب کردم، بعد مثال یا پراوربتون رو میزنین، بعدش هم آخر سر اون طرف قضیه رو که گفتم با آن دی آدر هم، یعنی راحت 7-8 دفعت پر میشه. خب نکته مهم بعدی اینه که ساده و روون بنویسید، یعنی اصلا سعی نکنید هی استراکچر قلم به سلم ببینید، خیلی ساده و روون. من نمیگم ببینید، یکی از نکته مهم اینه که گرامرهای خیلی خوب و سعی کنید ساختارهای پیچیده گرامری استفاده کنید، adjective clause بزنید، هر هیچ میچ این چیزها رو بزنید، ولی روون بنویسید، یعنی منظورتون رو با یه بار خوندن جمله هستن و 10 بار بخونید تا بفهمید یارو چی میخواد بگه، ولی یه سری جمله ها با یه بار خوندن انقدر واضحه و صریحه که شما میتونید بفهمید. تا جای ممکن سعی کنید سریع بنویسید، سعی نکنید خیلی کلمات قلم به سلم، کلمات عادی تری استفاده کنید ولی بتونید خوب ساپورت کنید، یعنی مطمئن باشید نمره بهتری میگیرید. یه نکته دیگه که تو رایتینگ خیلی مهمه، وقتی بهتون میگه که اینو انتخاب کنید یا اینو، گیر ندید حتما سمتی رو بگیرید که تو زندگی واقعی قبولش دارید، نه گیر ندید، سمتی رو بگیرید که براش دلایل خوبی میتونید براش بیارید و بسازید و ببافید. و آخرین نکته که راجع به رایتینگ میخوام بگم اینه که من دقیقا واسه رایتینگم این کار رو اسپیکینگ کردم که سوالات اخیر رایتینگ رو، مثلا یک سال اخیر رایتینگ رو نشستم دونه دونه برین استورم کردم، ایده پردازی کردم، فقط در این حد که مثلا دلیلامو بنویسم. حتی برای یه سری سوالا سعی میکردم واسه دو طرف موضوع دلیل بیارم، بگم اگر این برو قبول میکنم دلیلام چیه، اگر اون برو قبول میکنم دلیلام چیه. خیلی باعث شد ذهنتون ایده بیاره. این هم یکی بزرگترین مشکلم بود که سر رایتینگ ایده به ذهنم نمیرسید، ولی اینقدر تمرین کردم و تونستم تو اینم خوب بشم. خب امیدوارم که این ویدیو براتون خوب بوده باشه. خیلی ممکنه الان در حال خوندن امتحان تافل باشن. اگر دوستی رو میشه که توی همچین پروسه‌ایه، این ویدیو رو باش به اشتراک بذارید که اونم ببینه، شاید به دردش بخوره. مرسی ازتون، امیدوارم نمره خوب تو تافل بگیرید. اگر سوالی چیزی دارید که فکر می‌کنید بیشتر هم دلتون می‌خواد راجعش توضیح بدم، توی کامنت‌ها بنویسید، شاید یه ویدیو دیگه درست کردم راجعش. و مرسی، خدافظ.